The Large Hadron Collider will reopen today after 3 years of being shut down for improvements. ذره خدا، یکی از مرموزترین ذرات هستی، چیزی که ممکن هست سازنده همه چیز و تمامی ذرات بنیادی کیهان باشد، همانطور که اسم آن را ذره خدا گذاشتند. تقریباً 20 سال پیش مهمترین کشف قرن محسوب شد، یک ذره که به اسم هگز بوزون بود، یک ذره فرابنیادی که در دهه 60 توسط فیزیکدان معروف پیتر هگز پیش بینی شد و فوراً یک اسم بسیار عجیب برای آن گذاشتند، ذره خدا، که یک چیز بسیار عظیم و فراتر از علم را نشان می‌داد. اما جالب اینجاست که خود پیتر هگز که کاشف هگز بوزون هست گفت که این ذره آنقدر هم بزرگ و جادویی نیست، آنقدر نیست که اسم آن را ذره خدا بگذاریم. و حقیقت اینجاست که حق با اوست، این ذره آنقدر هم جادویی و بزرگ نیست، ولی مدیا آن را بسیار بزرگ و بسیار جادویی و بسیار عجب غریب نشان داد. ذره هگز بوزون نشان می‌دهد که جرم چگونه به وجود می‌آید. در واقع هگز بوزون مسئول ساخت ذرات بنیادی است، اما ظاهراً کاملا درست نیست و در این چند ماه چیزهای بسیار جالبی کشف شده است، چیزهایی که نه تنها مفهوم هگز بوزون را تغییر می‌دهد، بلکه کل فیزیک بنیادی را زیر سوال می‌برد. چون با قضیه سوپر سیمتریک و یا فرادو سمتی دست و پنجه نرم می‌کند، تئوری که خیلی از ذرات را توضیح می‌دهد، مثل ماده تاریک، آنتی کوارک و ذرات بسیار عجیبی دیگر. اما هگز بوزون چی است؟ اول اینکه ذره هگز بوزون به صورت ذاتی و طبیعی در دنیا، در طبیعت، در فضا نیست، وجود ندارد، پیدا نمی‌شود. دوم اینکه نمی‌شود آن را تولید کرد، چون خیلی خیلی عمر کوتاهی دارد، شاید 1 میلیونیوم ثانیه. سوم این که نمی‌شود آن را در شتاب دهنده ذری پیدا کرد، چون قبل از رسیدن به سنسورها از بین می‌رود و یا دیکی می‌شود. ولی می‌شود تأثیرش را محاسبه کرد و یا اثر انگشت آن را پیدا کرد، که آن فساد هگز بوزون به ذرات دیگر است. تصور کنید که کل جهان اطرافمان گروه‌هایی از محدوده‌های فضایی هست، فضاها و محدوده‌های دو بعدی، و هر زمانی که تحت تأثیر و یا تحت هیجان چیزی دیگر قرار بگیرد، تبدیل به ذرات بنیادی می شود که نهایتاً تمامی اجسام را می سازد. بر طبق فیزیک کوانتومی، حوزه‌های بسیاری در فضا وجود دارد که هر کدام مسئول ساخت ذرات خاصی هستند، که برخی ها با هم ادغام می شوند و برخی های دیگر کاملاً جدا هستند. برای هر ذره بنیادی یک حوزه و یا میدان خاصی وجود دارد که آنها در آن میدان‌ها به وجود می‌آیند و یکی از این حوزه‌ها حوزه هگز است و این چیزی است که پیتر هگز پیش‌بینی کرد. او یک مسئله جالب را توضیح داد. برخی از ذرات ماده اساساً زمانی که با حوزه هگز برخورد می‌کنند ساخته می‌شوند. یک زنده کننده است و یا سازنده است و به همین علت اسم آن را ذره خدا گذاشتند. مثلا کوارک ها که بنیاد و یا بدنی پروتون ها هستند، نیاز به ماده و جرم و بار اضافی دارند تا به وجود بیایند و زمانی که حوزه آنها با حوزه هگز برخورد می کند، انرژی اضافی وارد آنها می شود و نهایتا تبدیل به جرم کوارک می شود. و این واقعا یک کشف بسیار اساسی بود، چون فهمیدیم که جرم این ذرات از کجا آمده است. اما این توضیحی برای تمامی جرم موجود در کیهان نیست و این خیلی مهم است. تقریبا تمامی جرم موجود در کیهان و یا 99% از ذراتی که همه چیز را می‌سازد در واقع از این حوزه‌های هگز نیستند و به جایش محصول چیزی به اسم کرومودینامیک بایندینگ انرژی است. در واقع همان انرژی که کوارک‌ها را در کنار هم نگه داشتی. تعریف این نظریه کمی زمان می‌برد و پیچیده است، ولی در کل انرژی پایه در کیهان انرژی خود ذرات است. همین انرژی کرومودینامیک بایندینگ انرژی است و هگز بوزون قسمت بسیار کمی از این انرژی را می‌سازد. و اسم ذره خدا زیاد مناسب این ذره نیست. اما داستان هگز بوزون تنها به این ختم نمی‌شود. تنها در فیزیک کوانتومی نیست، بلکه در اخترشناسی هم آمده است. در نظریه علت وجود کیهان و در نظریه عاقبت و پایان کیهان، نظریه به اسم فالس وکیوم دیکی، یعنی چرا در اولین لحظه انفجار بزرگ کیهان شروع به انبساط کرد و بزرگ شد و وحشتناکتر
کیهان ممکن است در یک موقعیت ثابت قرار نداشته باشد. یعنی الان در موقعیت حد اکثر انرژی خود قرار گرفته و ممکن است در آینده به یک موقعیت دیگر سقوط کند. یعنی همه کیهان با هر چیزی که در داخلش هست من جمله ما در یک ثانیه و حتی کمتر از یک ثانیه از بین برویم و وارد یک موقعیت جدید بشویم، البته بدون اطلاع قبلی و نمی‌شود آن موقعیت و زمان آن را پیش بینی کرد. تمامی این آزمایشات در مرکز تحقیقات سرن در سوئیس انجام شده است در برخورد دهنده بزرگ ذره‌ای. در اینجا دانشمندان اطلاعات بسیاری را از سال 2015 تا به الان جمع‌آوری کردند. آنها تمامی رفتارهای هیگز بوزون را بررسی کردند، ثبت کردند تا ببینند آیا چیزی دیگری هم هست. ذره هیگز بوزون بسیار فرار است و در کمتر از کسری از میلیونیوم ثانیه به ذرات دیگر تقسیم می‌شود و یا دیکی می‌شود. برخی اوقات به ذره گلوانز و یا دبلیو بوزونز و یا زد بوزونز و یا فوتونز و یا لپتونز و چند ذره دیگر تبدیل می شود، دیکی می شود. فوتونز و زد بوزونز دوتا از معروفترین ها هستند که آنها در گروه های انرژی ضعیف قرار می گیرند. البته احتمال واقعی بودن آن کم است، یعنی دیکی اکس بوزون به این دو ذره، چون در هر 10,000 تجزیه تنها 34 تا به این دو تقسیم و یا تبدیل می شود که به کمیابترین پروسه تجزیه معروف است. ولی در اینجا یک راز، یک چراغ چشمکزن دیگر وجود دارد که می گوید شاید مدل‌های فیزیکی موجود اشتباه هستند و یا خیلی ناقص هستند، مخصوصا زمانی که با این ذره هیگز بوزون سر و کار دارند و حتی بدتر زمانی که مدل بسیار معروف سوپرسیمتری را بررسی می‌کنیم، نظری که ذرات بیشتری را توضیح می‌دهد، ذرات دو سمتی و یا سیمتریک، ذراتی که هنوز کشف نشدند. اما بسیاری از این ذرات خیلی از پدیده‌های ناشناخته موجود کیهان را تعریف می‌کنند، مثلا تفاوت بسیار زیاد میان انرژی ضعیف با گرانش. مثلا چرا گرانش یک انرژی خیلی ضعیف است؟ البته در ابعاد کوانتومی و این ذره هیگز بوزون و جرم وجود آمده از آن درست نیست، اشتباه است، یک چیز تخیلی است. و حتی چهار ذره بسیار عجیب دیگر رو توضیح می‌دهد، مثل نیوترولینوس که با نیوترینو و نوترون فرق می‌کند و آن ذره می‌تواند ماده تاریک را تعریف کند. اما مشکل نظریه سوپرسیمتریک این است که هنوز در حد یک تئوری بسیار جدید و بسیار پیچیده و ناشناخته است و هیچ مدرک و یا شواهد بصری و واقعی از آن نیست، هیچی. اما روی هم رفته اینها همه یک چیز را نشان می دهند، فیزیک کوانتومی مشکل دارد. احتمالاً ذرات دیگری هم هست و احتمالاً ذره هیگز بوزون به درستی تعریف و یا شناخته نشده است و حالا که اختر فیزیک هم اضافه شده مشکل دوچندان می شود. یعنی این ذره می تواند علتی به وجود آمدن کیهان و عامل نابودیان باشد که ظاهراً و به گفته دانشمندان ظهور این ذره و حوزه آن ممکن است علت واقعی انبساط کیهان باشد. البته این موقعیت ثابت نیست، یعنی موقعیت کیهان موجود و ممکن هست در آینده بسیار دور و یا نزدیک عوض بشود و احتمالش هست که کیهان به یک چیز کاملا متفاوت عوض بشود، تغییر کند. البته ما نمیدانیم که آن چه زمان و یا به چه چیزی تبدیل میشود، اما فعلا همین مقدار میدانیم که گذشته و آینده کیهان ممکن است به این ذره بسته باشد که هم تعجب برانگیز است و هم ترسناک. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و در این ویدیو در مورد صحبت کردن و یا ارتباط واقعی دو گیاه توضیح دادیم که یک کشف بسیار وحشتناک محسوب می شود و این که گیاهان درد را حس می کنند.